به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. دختر غوری طالبانی را که قاتل پدر و مادرش بودند کشت. شجاعت یک دختر جوان غوری برای دفاع از خانواده‌اش در برابر جنگجویان طالب بازتاب گسترده‌ای داشته است. قمرگل ساکن ولسوالی تیوره ولایت غور است و زمانی که طالبان بر خانه او حمله کردند تفنگ بر دست گرفت و از خانه اش دفاع کرد. روایت مقامهای محلی ولسوالی تیوره ولایت غور از قضیه چنین است که نیمه های پنجشنبه شب 26 سرطان جنگجویان طالب بر منزل قمرگل حمله کردند و پدرش را گلوله باران کردند و کشتند. مادر این دختر جوان که در تقای نجات شوهر بود نیز با فیر مرمی از سوی جنگجویان طالبان از پا درآمد. قمرگل که طی چند دقیقه گواه تیرباران شدن پدر و مادرش بود، سیاهی این نیمه شب نجس برایش دوچندان شد و اندیشه انتقام پدر و مادر به ذهنش آمد. تفنگ را برداشت و با دستانی که از وحشت مرگ پدر و مادر میلرزید به سمت طالبان شلیک کرد. محمد رفیق علم ولسوال تیوره ولسوالی غور در صحبت با روزنامه 8 صبح وقوع این رویداد را تایید می کند. به گفته او این دختر جوان پس از دیدن مرگ مادر و پدرش به سمت طالبان آتش گشود و در نتیجه آن دو جنگجوی طالبان را کشت. آقای علم می افزاید اجساد طالبانی که از سوی این دختر کشته شدند را خودش با چشم سر در محل رویداد مشاهده کرده است. ولسوال تیوره توضیح می دهد که این دختر جوان با کشتن طالبان حبیب الله برادر 15 ساله اش را از مرگ نجات داده و از خانه اش در برابر هجوم آنان حراست کرده است. روستای گریوه ولسوالی تیوره ولایت غور از مناطق زیر نفوذ حکومت است و طالبان ارباب شاگل پدر قمرگل و همسرش را به دلیل عدم همکاری با اعضای این گروه تیرباران کردند. بدانبال شلیک گلوله و زده خورد مسلحانه میان طالبان و قمرگل، عبدالظاهر از همسایگان منزل این دختر که برای یاری او در محل حاضر شده بود از سوی طالبان تیرباران و کشته شد. ولسوال تیوره از زخم برداشتن ملا سید معصوم کامران معاون استخبارات طالبان به دنبال شلیک گلوله از سوی قمرگل سخن میزند و ادعا دارد که خبرهای تایید ناشده از مرگ این فرمانده کلیدی طالبان حکایت دارد. به روایت مقامهای محلی تیوره پس از درگیری میان طالبان و قمرگل برخی همسایه ها به خانه اش آمده و اجساد طالبان را در محل مشاهده کردند. بر اساس معلوماتی که ولسوالی تیوره ولایت غور در اختیار روزنامه 8 صبح قرار داده است، قمرگل و برادرش حبیب الله برای محافظت از جانشان به محل امن انتقال یافتند. محمد عارف آور سخنگوی والی غور در صحبت با روزنامه 8 صبح میپذیرد که طالبان دو پلیس محلی و یک زن را در ولسوالی تیوره کشتند و سپس در پی مقاومت قمرگل و برادرش از محل فرار کردند. به گفته او رهبری اداره ملی ولایت غور از شجاعت و قهرمانی قمرگل و برادرش ستایش کرده و از آنان پشتیبانی می کند. غور از جمله ولایت‌های محروم و توسعه نیافته در غرب کشور است که از دید بسیار حقوق بانوان در آن بیشتر از دیگر ولایت‌ها زیر پا می شود و خشونت در برابر زنان زیاد است. سنگسار شدن رخشانه، بریدن بینی، آتش زدن و ده‌ها مورد خشونت علیه زنان طی سال‌های اخیر در این ولایت ثبت شده است. از دید برخی فعالان حقوق زن، غور پایتخت خشونت در برابر زنان است و این قشر قربانی فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جامعه می شوند. به باور فعالان حقوق زن در غور، جو مرد سالارانه حاکم بر این ولایت، عدم آگاهی زنان از حقوقشان و عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی از مواردی است که سبب شده که حقوق زنان تلف شود.
زندگی زنان در غور طی سالهای اخیر فراز و فرودهای به همراه داشته است. نام این ولایت بیشتر با خبرهای مربوط به خشونتهای وحشتناک در برابر زنان گره خورده که واکنشهای زیادی در افغانستان و خارج از مرزهای کشور در پی داشته است. در اوضاعی که زنان غوری از ابتدایی ترین حقوقشان محرومند و گواه ظلم و بی‌عدالتی از سوی مردان می باشند، مقاومت دختر جوان و گمنام در برابر ظلمی که بر وی رفت برای زنان غوری دست آورد بزرگ است. پیش از این برخی زنان کهنسال در ولایت‌های گوناگون کشور جنگ افزار به دست گرفتند و همپای مردان در میدان‌های نبرد مقابل طالبان رزمیدند و حتی مردان زیر فرماندهی آنان در خط نخست نبرد حاضر شدند. اما کمتر پیش آمده که دختر جوان سلا بر دوش بگیرد و در برابر جنگجویان طالبان ایستادگی کند. نبرد قمرگل با طالبان و گرفتن انتقام پدر و مادر و نجات برادرش از مرگ بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران داشته و بسیاری از او به عنوان یک دختر قهرمان نام بردند که تسلیم دشواری زندگی نشد و با تفنگ از خانه‌اش دفاع کرد. در همین حال طالبان میگویند اکنون میان ما و کابل آتش بس نیست، حملات ادامه دارد. گروه طالبان حکومت افغانستان را مسئول تأخیر در آغاز مذاکرات صلح میدانند. به گزارش اسپوتنیک با نقل از تولونیوز، شهاب الدین دلاور یکی از اعضای برجسته دفتر سیاسی طالبان در دوحه حکومت افغانستان را مسئول تأخیر در آغاز روند گفتگوهای میان افغانان و ادامه جنگ در کشور میداند. این عضو برجسته دفتر سیاسی از کندی کار در آغاز روند گفتگوهای صلح انتقاد می کند و گفت تمام ذمه‌واری و رویدادهای خونبار 4 ماه گذشته به اداره کابل راجع است. به خاطر که در 15 ماه مارچ باید 5000 زندانی ما رها می شد و ما آماده بودیم که 1000 زندانی آنان را در 2 روز رها کنیم. یک عضو دیگر دفتر طالبان در قطر در این گفتگوها از راه دور تایید کرد که روند رهایی زندانیان باید نهایی شود و گفتگو با یک هیئت همشمول آغاز شود. دین محمد انیف عضو هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفت آیا محتوا مهم است یا نام؟ من میگویم که هر دو مهم است، چرا که امارت اسلامی یک حاکمیت برحال است و نظام اسلامی باید عملا حاکم باشد. شهاب الدین دلاور نیز افزودن حق دارد که در مقررات اسلامی که ما همه می خواهیم و عنانات افغانی برای بهبود وطن و برای آسایش خانوادهش کار کند. نورالله نوری عضو دیگر هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه هم اظهار داشت به اندازه که اکنون عملیات ادامه دارد در برابر پوسته ها، ولسوالی ها و راه های عامه، چون که در میان ما و کابل آتش بس نیست، این حمله ها می باشد. اما حکومت افغانستان با انتقاد از گروه طالبان می گوید که این گروه به تعهدشان عمل نکردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بیان داشت نه اسیران ما را رها کردند. میزان خشونت ها را شما که می بینید به کدام حد رسید؟ ترور، قتل و حمله بالای افراد ملکی، کارمندان دولت، ملاهای ما و شفاخانه های ما همچنان ادامه دارد. بر بنیاد توافق صلح طالبان باید خشونت ها را در کشور نیز کاهش می دادند. اما اعضای دفتر طالبان در قطر می گویند که این گروه با نیروهای دولتی افغانستان در آتش بس نیستند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.